ماجرا از اونجا شروع شد که من خودم رو خیلی سریع رسوندم به روم و آماده یهویی ترین سفر زندگیم شدم. اگه قسمت اولو ندیدی بعد از این بلاگ حتما ببین، چون اتفاقای عجیب برای تو روز دوم رفتیم کل شهر رو گشتیم و هم دیگه تیراندازی کردیم و شبش هم با بچهای روم یه جا چیل کردیم جات خالی. بعد از اونم خودمون رو رسوندیم کف بارسلونا و دیگه بهت نمیگم که چه اتفاقایی افتاد. این یک بلاگ چند قسمت است و برای اینکه قسمت بعدی رو از دستنی کانال منو سابسکرایب داشته باش و اگه با ویدیو حال کردی لایک و کامنت یادت نره. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببری. خداحافظی میکنیم تا یه دو ساعت دیگه. اخباری مشغول برنامه‌ریزی امروز جلوی کولسئو دل پیرو. ببین تو که کنسل هستن چون اصلا گرم زیاده، میادی که گوشی هامون هر لحظه ممکنه بلاک شه دیگه، آلارم بده. برای همین تو نمیتونیم، برای یه صف خیلی طولانیه. من واقعا دوست داشتم برم این تور رو ببینم ولی هیچ جوره نمیشه. ایشالله سری بعدی. ببین الان سال 2023 ایم، سال 1913 امپراتوری روم. جدی دارم میگم آقای کنستانتینو. آقای بعد ارکو دی ترورتینو رو میسازن. کجاست؟ بعدش کردیم آقا میخند هر کدوم فرانتینو. بعد این مجسمه هایی که روش میبینین هر کدوم مال یک دوره ایه. این قسمت مال دوره ایه مثلا لیبرالیتاس کنستانتینوه. بس دیگه نمیدم. گواهی نامه داری دیگه؟ واسه وزن من جواب نمیده. اول من پا بزنیم. خوب میری ولی تاریخ فشن و مد دنیا توی همین نقطه‌ای که پاشا توش وایساده. ببین من نمیام اینجا دیگه، شما برید بقیه ایتالیا، من اینجا میمونم دیگه. حالا فقط اینطوری میتونی خوشحال ببینیش؟ یعنی اصلا مگه میشه یکی دیگه شد؟ لباس تنش کرده، استتار کرده، خوده پوکه. ببین اومده ببینه من دارم چیکار میکنم. ببین یه اتفاقی افتاد الان بهت بگم، اصلا عجیب غریب. داشتم راه میرفتم تو کوچه پس کوچه و اینا بودم، یهو دیدم یه خانومه وسط یه جمعی هم بود، یهو دیدم اینجوری تکون خورد و اینا، گفت بیان تو فورت، یا همچی از عقب عقب رفت پرت شد وسط زمین. گفتم وا این چه اینجوری میکنه؟ بعد یاسین دوستمون گفتش که گرم بود دیگه. گفتم یعنی چی؟ بعد فهمیدم که این گرمایه که میگن یارو مرد. حالا اون ایشالا که نمرده باشه، ما پنج شدنشو دیدیم دیگه، بقیهش نمشد، ولی همین دیگه یهو میفتی. یکی از ولاگاشم گذاشته بود دم سوپر روی پاشی. تو همین ولاگم چیزو گذاشتم. چیو؟
این گوشیم جامون توی مترو. خوشبسی فوکس پسر. خیلی خفنه. میبینی دست تو پشمات نمیریزه؟ رفتم یه جایی باشه. خب الان میچرخم اینجا تفنگم دستم. فهمیدم چجوری تفنگمو بیارم. خب یه تیر بزن. خب تیر نمیدونم چجوری بزنم. آها ندارم، تیر ندارم. میدونی چی گرفتم دستم؟ چی گرفتی دستت؟ پشمات شاتگان بزنم یه تیر؟ بزن. زدم پاشا. پشما میخوام برم بیرون. نه بری بیرون لو میره دیگه همه چی. یه دونه توف پاشا، یه دونه پوکه برداشتم بزنم این تو. دیدی مرداش دیسکاوی کردی چقدر خفن. نرو بیرون، نرو بیرون، ریده میشه توش دیگه. الان دو تا قدم برده رو به جلو. خب بیا. خراب شد، خراب شد دیگه. حالا آره دیگه، حالا برگرد من رو نگاه کن. برگرد من رو نگاه کن اینجا. سلام. شلیک کنم با این؟ آره این فرض کن تفنگ دیگه با همون شلیک نداره، شاید تیر نداری و تیر برداری. کجا دارم؟ یا خدا. آی ش تیر خوردی؟ برو بی ناموز. دو نفر تو الان کشتن پاشم. دارم برای قهوه میارم با پلنت سلامتی پلنت. ما الان پلنت رو دیدیم، تمام شد. خیلی باحال بود کلا جو، اصلا لایف چت پلنت و اینا یه جوریه که خیلی حس باحالی داره دیگه. ما سینمای آنلاین. ببین کی اومد اینجا پیشم. گفتم که پاشه جان لطفاً دوربینو بذار منزل، به اندازه کافی دستت چیز شد. من چالنجش رو اکسپت کردم، قرار شد از اینجا به بعد و با گوشی بگیرم. گوشی هم بد نیست دیگه، یه ذره صمیمی تره. ماشین قبلی من، اون ماشین اصلا خوراک روم بود نه استانبول. تیکه مو داری؟ برات کامنت گذاشتم، چه کامنت همو جواب نمیدی. بیا اینجا همه. این همه شرایط پیاز بودن رو داره، اینم همه شرایط هویج بودن رو داره، ولی نه این هویجه نه این پیازه. این طالبیه، اینم رازیانه است. من الان راضی نیستم. اینجوری بهت بگم کلن دو ساعت دیگه فرصت داریم. نه کزم ندی جب. آقا تو رو خدا من رفتم با من میرم اسپانیا اصلا حال نکرد. ساعت چنده؟ 3:27 صبح. الان اومدم سریع یه ذره خوابیدم کام میزم پشته. بریم خدافزی کنیم بریم دیگه. 6 صبح که پرواز میگیره اصلا. چکین کردیم، خیلی قانون مسخره ای اصلا. یعنی چی؟ من الان 50 یورو پول دادم برای اینکه آنلاین چکین نکردم. مثلا نمیفهمی فلسفه رو. خب من بلیط خریدم دیگه، اون بوردینگ پاس رو مگه نباید به من بدن؟ پول چی رو من دادم برای تیکت به غیر از اون صندلی هواپیما؟ پس شروع شد دیگه، اون سراشیبی هزینه شروع شد. بارسلونا کازینو میبینمه.
میشه واسه قهوه اینقدر صف باشه؟ مثلا عاشق قهوه. دنیا عزیزم واقعا مرسی، مرسی برای همه چی. واقعا اینجور موقع آدم رفیقاشو میشناسه. دقیقه 90 بهش زنگ زدیم، کلی پایه با انرژی مثبت، کلی هم خندیدیم، حال داد. خلاصه که رفیق اینجوری آرزو میکنم برات. سالش جوون رجیستریش توی مجارستان هانگری ویزه، شاید ویزه واسه اصلا اونجا باشه. آره عالیه. هواپیمای نو دارم سوارت میکنم. نو یک ساله دسته خانم دکتر بوده، فقط باش میرفته ایتالیا. چیز تو بارسلونا ما بریم برای خواب تا برسیم. نشستیم تو فرودگاه ال پرات بارسلونا. بعد اینکه اون ماشینه که رزروش کردیم و باید بریم پیدا کنیم ببینیم کجا باید تحویل بدیم و قهوه خوردیم ولی کافی نیست. بابا بنازم ببین، از همین المان میتونی بفهمیم الان وارد اسپانیا شدیم. تو خیلی بیدلیل گاو اینجاست، تو هیچ ربطی به این مغازه نداره. باری که الله ماتادوره. این بسته است که چه عجیب. این بسته بود گفت چیه، شعبه دیگه بیرون داره. آره آره، تلفنش رو بزنم تا پیدا کنم. قبول داریم ماشینمون رو باید بده یا نه؟ بزن ببین در باز میشه یا نه. تمام، از شهر بنزین راحت شدیم برای دو روز حداقل. آهان ببین چه قد شارژ داره. من 378 کیلومتر شارژ داریم. من پاور بانک دارم اگه اینو ببین. به نظرت ممکنه دیگه پشه ها منو بل کرده باشن؟ داداش هوا اینجا خیلی بهتره. بمبه. چی میگن از دبی تا بارسلونا رو بخوای توی کرن ریونین؟ آره دیگه ریونین. حواسم هست. از اسپانیایی بگو. ر چی؟ رئونیرسه. یه بار بگو داری چیکار میکنی؟ من واقعا باورم نمیشه. ما اینجا آشغالا رو جدا میکنیم. خب. برای اینکه بازیافت شه. در نتیجه آشغالای رنگ مختلف هست. این دقیقا همون اتفاقی که با دنیا افتاد، آبر پیاده و فلان و اینا، اینم هست. سه تا سطل آشغال ببین درستش اینا، الان باز یکی نیاد. بله این دو تاش اون سره. 5 تا 5 مدل دیگه هم هست. الان یکی نهید بگه تو عجب آدم شدی. نه درستش همینه، یعنی کار درستی داره انجام میده. متأ ما چون همه چی رو همیشه با هم دیگه ریختیم توی سطل آشغال خیس و خشک و فلان و اینا، عجیبه. من یه سطل آشغال دیدم جلوشه ولی اون تو آشغالش رو ننداخت. رفتیم سه تا کوچه اونورتر ببینا این سطل آشغاله بود. آها موزو میندازی این تو. الان غذای معروف اسپانیا چیه؟ چی؟ من میگم پاییا. تو نمیدونی چیه؟ چرا دریایی ها؟ بارسلونا بلاک بلاک طراحی شده که همش موازی همه و
برای اینکه یه حالت مرتبی داره و دو تا خیابون اصلی از توش رد میشه، یکیش خیابون دیاگوناله، یکیش خیابون گرند ویاست که دقیقا عین ولیعصر تهرانه. شما برید واسه خودتون بچرخید، من میرم این تو. سوغاتی اسپانیا میدونین چیه که؟ زارا. چون شاید نمیدونستی که زارا اسپانیاییه. یه باتیه داشت تموم شد غذا که بهترین برگرای اروپای شمالی نمیدونم نخوردم که، ولی بارسلون 10 از 10، بارسلون 10 از 10. عاشق بارسلونم. من منتظرم ببینم شبای اسپانیا چجوریه، مخصوصا بارسلونا، چون تعریفشو خیلی شنیدم و آمادم که امشب اصلا یادم نه، اصلا دوربین دارم میبرم که بعدا ببینم چی شد اون شب، می ویدیو چک کنم. که el coche va hacia ti. Sí. En la aplicación se ve. Sí, pero es que no sé, en Cabify cuando te eliges una, no sé. ¿Qué está usando? یه جوری دارن با هم صحبت میکنن که اصلا دلشون با هم تنگ شده بود برام. تو اینستاگرام با یه سری از بچه‌ها هماهنگ کردیم، قرار شد دور هم دیگه امشب جمع بشیم همین جایی که هستیم. نفر اولام رسیده. پوریا. این آچار فرانسه است. اینجوری نگاه نکن ساگه، این آچار فرانسه جمع الان. میگه من خونمون تو مسی، میگه تو مسی. همسایه روبرویشون مسیه. تو گفتی آفیس کجا؟ گفتم آفیسمون روبروی خونه شکرا و پیکاسو. من استاد محمدی تو خیابون ما پیچیده بعد میگه این رو باید تنها اصفت چی بده؟ بیا برو بالا سالوز گراتسو. داداش چشاش داره میره. ببین باحال بود، اوکی بود. بریم برای نمیدونم کجا، یا میریم خونه احتمالاً، یا میریم یه جای دیگه. من احساس میکنم قیافه های جوریه که میخوام ما رو ببرن یه جای دیگه. حالا ببینیم چی میشه. اونجایی که لبسه چی که اون اصلی هم بودیم این خانسش دیاگوناله، پایینش میخوره دیاگونال مارک، یه دون مرکز خریده و ساحل، همین رو بری بالتر میخوره کمپ نو و ادامه پیدا میکنه میخوره به یه اتوبان. خب دیگه بچه ها پیشنهاد دادن بریم کلاب. اینجا هم کلا فکر کنم چند تا کلاب سر و صدا خیلی زیاده، دیگه هم فکر کنم باید اینو بذارم یه گوشه ای و برم. حالا تا فردا صبح، فردا صبح توضیح میدم که چی شد. بای. Dale chiquitito.